پسری اندیرا مکتب را ختم میکند. او میخواهد اقتصاد چی شود، ولی عملی شدنی آرزویش زیر سوال است. اندیرا میگوید پسری 17 سالش شناسنامه ندارد و بدون آن به دانشگاه راه نمییابد. شناسنامه را به قید جای زیست نمیدهند. برای این حجت لازم است که داشتنی منزل را تصدیق کند. ولی چون این سند را در محله آنها بنابر قیمت بودنش اکثریت گرفتن نمی توانند. اگر مبلغ عمومی 6,500 را تشکیل می داد جای گپ نبود، اما بعدا شناسنامه تکنیکی و دیگر حجت ها طلب می شوند که برای گرفتن آنها 30,000 لازم است. مثلا از 15 آیله تنها دو تایش چونین کتاب سرخ را دارند. اگر فرض کردیم همسایه ها دخترشان را به شوهر دادنی شوند، از آنهایی که کتاب سرخ دارند کمک میپرسند تا اینکه در اونجا با قید مونده شود. وضعیت تاق سلوق عبدالسعید و از این هم بدتر است. نبیره او حتی در مکتب تحصیل کردن نمیتواند. دخترش شناسنامه‌اش را در لامبرد گذاشته آن را فراموش کرده است. پسرش را به سندی معین کننده شخصیت به دنیا آورد. طبعا به پسرش شهادتنامه تولد ندادند. او تا صنف سیوم به شهادتنامه در مکتب خواند، ولی بعدن او را خارج کردند. مادرش گاه گاه پسرش را با خود می برد. اما حالا او با بی بیش است. محض بی بیش برای حل مشکلات نبیرهش کوشش می کند. تاق سلوق در مجموع 7 نبیرهش را نگاه و بین دارد. او گپ نادرو شده است. با همسالانش معاشرت نمی کند. با ترتیبات مکتب عادت نکرده است. من مخصوص از جلال آباد آمدم تا او را نگاه و بین و مشکل سندهایش را حل کنم. با بیمارخانه هم مراجعه کردن دشوار است. زمانی میخواستم برایش کارت طبی فرمایش بدهم، ولی بدون حجت نشد. ده ها چنین سرگذشت از زبان افراد مختلف شنیده می شود. از دهات به شهر کوچیده، حجت هایشان را گم کردند و یا مهلت سندهایشان تمام شده است. برای برگشتن به محل سابق زیست و گرفتن معلومات نامه پول ندارند. حتی نفران نیز هستند که هیچگاه حجت نداشتند. از والدینی که هیچ جا به قید گرفته نشدند فرزند به دنیا می آید. کودکان نباید بنابر نداشتنی ثبت جای زیست آسیب پذیر باشند. باید این نظام تغییر داده شود. کودک نوابسته از آن که در کجا تولد شده است شهروند قرغیزستان است و حق دارد که شهادتنامه تولد بگیرد. تنها در سال گذشته به مرکز حفظ حقوق کودکان بیش از 900 نفر مراجعه کردند. بعضی از این کودکان را الکی به مکتب دادند، ولی صدها نفری دیگری هستند که نمیدانند با مشکلشان به کجا مراجعه نمایند. کارشناسان میگویند این مسئله باید در سطح حکومت مطرح شود.